همیهنان عزیز درود. اگر به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی یک نگاهی بیاندازیم از نظر اقتصادی، میبینیم این 40 سال چیزی نبوده جز یک پسرفت بسیار عظیم. به نحوی که الان طبق آمار جمهوری اسلامی یک سوم جمعیت حاشیه نشین شده و بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن. آمار بیکاری بسیار بالاست. تازه کسایی هم که سر کار هستند، درآمدی که دارند بسیار بسیار نسبت به خط فقر پایینه. به طور مثال یک کارگر با حقوق 1.2 با درآمد یک ماهش نهایتا میتونه 10 کیلوگرم گوشت بخره. یک معلمی که با مدرک لیسانس در آموزش پرورش استخدام میشه، حقوقش بوده 1.600-1.700 بیشتر نیست. و اگر حق و اگر خرید خدمت باشه، حقوقش 600-700 هزار تومان در ماه بیشتر نیست. و این شرایط رو آقایون نمیتونن منکر باشن و خودشون قبول دارن و نهایت حرفشون اینه که آقا ما به خاطر شکم و یا بهتر بگیم مادیات که انقلاب نکردیم. خب اگه مادیات بذاریم کنار، غیر مادیات بیام در نظر بگیریم، میبینیم در این 40 سال متاسفانه در این زمینه هم پسرفت های خیلی بزرگی داشتیم. یعنی الان شأن مردم، حرمت مردم، کرامت مردم، استقلال و آزادی کشور، عدالت اجتماعی فوق العاده افت کرده. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آقا وقتی این آقایون اینقدر ناتوان و خائن هستن، پس چرا حکومتشون 40 سال ادامه پیدا کرده؟ به نظر من مهمترین دلیلی که وجود داشته رو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، باید شرایط مملکت رو در نظر بگیریم که در پایان دوره قاجار مملکت هیچ چیزی نداشته جز فقر و بیچارگی و فلاکت، ولی در یک مدت کوتاهی در دوره پهلوی یک شرایط نرمالی رسیده بوده که درست مشکلاتی داشته ولی بسیار بسیار ساختارهای خوبی ساخته شده بوده. به طور مثال آموزش پرورش را اگه در نظر بگیرید، درصد افرادی که باید تحصیل میکردند و از تحصیل جا مونده بودند از اکنون کمتر بوده. یا سیستم بهداشت و درمان رو در نظر بگیرید، در دوره قاجار اصلا وجود نداشته. به نحوی که شما میبینید آقا در خانواده ها حدود 12 تا بچه به دنیا میامده، ولی جمعیت ایران در 700 سال فقط 2 برابر شده بوده. ولی در پایان دوره پهلوی سیستم بهداشت درمان این مملکت یک سیستم بهداشت درمان بسیار خوبی بوده. علاوه بر ساختار و ساختارهای بسیار زیاد دیگه هم ایجاد شده بوده. مثلا ساختارهای اقتصادی خوبی بوده. واقعا رشدهای اقتصادی 2 رقمی رو به راحتی ایران تجربه میکرده. کارخانه های زیادی داشته. شما میبینید آقا بزرگترین پالایشگاه نفت دنیا، پالایشگاه آبادان رو در سال 57 آقایون واگذار کردن. هواپیمایی خوبی داشته. راهن خوبی داشته. جاده های خوبی داشته. ارتش خوبی داشته. همه این ساختارها رو سال 57 به آقایون تحویل دادن. و این ساختارهای درست به اینها امکان حکومت رو فراهم کرد. یعنی دقیقا مثل این مونیکا، شما در نظر بگید راهنی کشیده بشه، ریل‌گذاری دقیقی انجام بشه، لوکوموتیو و واگن‌های دقیقی رو بیان آقا روش قرار بدن و بعد تمام متصدی‌هاش رو بگیرن بیرون کنن، یک مش آدمای کمدان جاهل و خائن رو بیان اونجا مسلط کنن. مسلم این راه آهن مورد استفاده قرار میگیره و این قطار به یک سمتی حرکت میکنه و اینا مملکت رو و این قطار مملکت رو به هر سمتی که دلشون خواست، با هر سرعتی که دلشون خواست حرکت دادن. و اگر هم پیشرفتی وجود آمد که بسیار بزرگ نمایی میشه در گفتنش، فقط به خاطر اون ساختارها بوده. و الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم تمام اون ساختارها رو از بین بردن. مثلا یکی از اون مواردی که آقایون روش خیلی مانور میدن در مورد انرژی هسته‌ای هست. شما ببینید آقایون در سال 57 نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت 2400 مگاوات با تکنولوژی زیمنس آلمان داشت ساخته میشد و تقریبا تکمیل شده بود. این نیروگاه بعد از انقلاب با مدیریت آقایون با تکنولوژی روس ها با ظرفیت 800 مگاوات آخر تکمیل شد. یعنی انرژی هسته‌ای که طبق برنامه های دوره پهلوی قرار بود در سال 70 به 30,000 مگاوات برسه، آخرش نهایتاً رسیدن به 800 مگاوات. و جدیداً هم خبرشو داریم که
کلا این نیروگاه رو خاموشش کردن، چرا که به اندازه خود برق نیروگاه نمیتونست برق تولید کنه. و با کمال افتخار اومدن گفتن آقا این مورد 200 میلیارد دلار از پول مملکت رو به باد فنا داد. یعنی میشه گفت تقریبا درآمد 4 سال نفت ایران رو. منظورم اینه که آقا اگر این 40 سال دوامی هم آورده جمهوری اسلامی به خاطر اون ساختارها بوده، که اون ساختارها اینقدر خوب ساخته شده بوده که اینا تونستن مملکت رو تا حدودی کنترلش کنن. حتی اگر جنگ رو هم تونستن سرتاش رو جمع کنن به خاطر ارتشی بود که در دوره پهلوی پایه‌گذاری شده بود، نیرو هوایی بود که تونست ارتش عراق رو متوقف کنه، وگرنه اینا لیاقت هیچ کاری رو نداشتن و نداره. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آقا پس با این شرایط چرا مردم نمیان به صحنه و این آقایون رو به زیر نمیکشن؟ به نظر من چند دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که آقا اون آرمان خواهی رو دیگه آقا در این ملت از بین بردن. مردم تجربه انقلاب 57 و جنگ رو دارن که دنبال آرمان ها رفتن، به خاطر آرمان هاشون رفتن به جبهه و کشته دادن و هزینه دادن و نهایت آرمان خواهیشون رو در سال 57 و جنگ دیدن. آقا یک عده آدم های خائن بر این مملکت مسلط شدن که فقط و فقط به فکر منافع خودشون هستن و از طرف دیگه به نحوی روی مردم کار کردن که مردم عزت نفسشون و کرامت خودشون هم از دست دادن. یعنی مدام حاضرن کارهایی رو انجام بدن که در تصورشون نمی گنجد. الان شما میبینید آقا مردم حاضرن برن ساعتها در صف بایستن که شاید 1-2 کیلو گوشت یخ زده بی خود رو به قیمتی عجیب غریب دریافت کنه. و این فرهنگ رو گسترش دادن. مثلا شما وقتی نگاه میکنید آقایون وقتی میان میگن اقتصاد مقاومتی، یعنی آقا به این نتیجه برس که آقا مملکت همیه که هست تو باید مقاومت کنی. یعنی چی؟ یعنی باید خودتو با شرایط تطبیق بدی، یعنی به جای اینکه بیای شرایط رو عوض کنی باید خودتو عوض کنی، باید خواسته های خودت رو بیاری پایین تر، هی کیفیت خودت رو تو زندگی بیاری پایین تر، مدام حلق خودتو زن و بچه تو بگیری، از سفرت بزنی، از زندگیت، از امیدهات، از همه چیزت بزنی که بتونی شاید شرایط رو تحمل کنی. و الان به نظر من به مرحله رسیدیم که دیگه قابل تحمل هم نیست، چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم ابتدایی ترین شرایط لازم برای زندگی دیگه از ما ملت سلب شده. یعنی جوانی این مملکت، مخصوصا الان وقتی نگاه میکنیم اکثر ملت هم جوان هستن، هیچ امیدی به آینده ندارن، هیچی. یعنی طرف میگه آقا من درس بخونم که چی بشه، برم سر کار که چی بشه، آیا با اینها میتونم زندگیمو تامین کنم، آیا میتونم ازدواج کنم، آیا میتونم صاحب خونه و زندگی و آرامش و آسایش بشم؟ مسلم نه، مسلم نه. عرض من امروز معطوف به این مطلبی که آقا بیایم در خودمون یک تغییر بدیم، به جای اینکه بیایم خودمون رو تحت فشار قرار بدیم، به جای اینکه بیایم گلوی خودمون و زن و بچه‌مون رو بگیریم که با شرایط تطبیق بیشتر پیدا کنیم، بیایم بریم یقه ای آقایون رو بگیریم، مخصوصا اون کسایی که در رأس هستن، مخصوصا خود آقای خامنه‌ای رو. من خودم الان میخوام خیلی واضح اینو بگم، میخوام بگم آقای خامنه‌ای، ما الان داریم نگاه میکنیم میبینیم بعد از 40 سال دوباره دارید قانون تصویب میکنید که برگردیم به شرایط کوپنی که مردم رو فقط زنده نگه دارید، دیگه زندگی وجود نداره، زندمانی اونم با شرایط بسیار سخت رو برای این ملت شما داری میپسندی که چی بشه؟ که چی بشه؟ که شما بتونی به اهدافت برسی. این اهداف چیه؟ چه ارزشی داره؟ واقعا این حکومت شما ارزش این همه سختی کشیدن ملت رو داره؟ آقای خامنه‌ای شما بیا برو یک سطل زباله عمومی رو در نظر بگیر، ببین در طول 24 ساعت چند نفر میرن اون سطل رو بازدید میکنن که بتونن روزی خودشون از اون در بیارن؟ چند تاشون مردن؟ چند تاشون زنن؟ چند تاشون کودکن؟ آقای خامنه‌ای کدوم پروژه شما واقعا ارزشش رو داشته تو این 40 سال؟ آقای خامنه‌ای
همین انرژی هسته ای که آقا نیروگاه اتمیش الان خوابوندن 200 میلیارد دلار به مملکت ضرر زده، یعنی برابر با خسارت جنگ سوریه. الان برای سوریه میگن آقا بازسازیش احتیاج به 200-300 میلیارد دلار داره. آقای خامنه‌ای، من از طرف خودم دارم میگم، من نمیخوام دیگه حلق زن و بچه همون بگیرم، حلق خودم همون بگیرم. من نمیتونم با شرایط خودم رو تطبیق بدم، من حق خودم از زندگی میخوام، چه تو خوشت بیاد چه خوشت نیاد، و این کار رو خواهم کرد.